البته این خیلی ناگهانی شد. من یادم جمعه 15 مارچ به ما گفتن که دیگه مدرسه تعطیل میشه و یک مقدار به ما چیزهای نوشته ها دادن، متن چیزی دادن نوشته شد. نوشته هایی دادن بهمون و اصلا تمام اون روز ما سعی کردیم که تمام اون اطلاعات رو بگیریم. البته بعدم با همون از راه تماس گرفتن و گفتن که چیکار کنیم چیکار نکنیم و البته فکر نکنم کسی به اون صورت در هیچ جای انتظار همچی چیزی داشت. به طور ناگهانی بود و البته اوایلش خیلی مشکل بود ولی به تدریج مسائل بهتر شد. ولی پدر مادرها خیلی بیشتر در این مورد مشکلشون بود چون بایستی تو خونه میموندن، کار نمیتونستن بکنن و دو برابر اون چیزی که باید چیز کار میکنن. برای همین واقعا از حضور معلمان بسیار قدردانی میکردن بعد از اینکه این جریان پیش اومد. شما به صورت روزانه در مدارسی که هستید از چه ساعتی تا چه ساعتی آموزش، مثلا اون ساعت کاری شما چند ساعت در روزه؟ مدارس دولتی بستگی به دبیرستان ها ساعت 7:20 شروع میشه تا ساعت 2-3. بله بعد ابتدایی از حدود 8 شروع میشه تا ساعت همونم ساعت 3. بله بعد من مدرسه ملی هستم. مدرسه ملی که من هستم 2 زبان تدریس میشه، یعنی 2 کوریکولوم دارن. من از ساعت 6 صبح بیدار میشم، باید 7:45 اونجا باشم. البته چون برنامه من بعضی روزا فرق میکنه ولی باید ساینین کنم ساعت 7:45 چون شروع میشه تا ساعت بعضی روزها 3:30 و بعضی روزها اگر تو قسمت میدل سکول برم که بعضی وقتا کلاس دارم آخرش تا 4:30 بعد از ظهر هستم. بسیار بسیار سپاسمندیم از اینکه در برنامه خودتون شرکت داشتین. شما اینجا باشین، در خدمتون باشیم. چند تر خواهش از دوستان میکنم. اینجا هستن، اگر پرسشی بود نام شما رو میگیم، حالا با توجه به اینکه در هر قسمتی که دارین زندگی میکنید. امشب به گمانم بیشتر دوستان از آمریکا هستن، حالا کشور اروپایی خیلی کم هستن. جناب آ بفرمایید اگر پرسشی هست و سخنی داری در خدمتون باشیم. سلام، خسته نباشید. درود بر شما، پاینده و پیروز باشید، بفرمایید. درود بر شما. خیلی ممنونم که همچین بحثایی میندازید که به مردم میفهمونید اون ور دنیا هم همچین چیزایی نیست. مثلا میدونید منظورم چیه؟ مردم فکر میکنن اون ور بهشت، اون ور نمیدونم همه چی هست. حالا بدبختی هم اینجاست، من که خودم دانشجوی رشته علوم کامپیوترم، واقعا اینترنت اسفناکه. اون استاد اعصابش خورده، میاد میگه چرا درس رو یاد نمیگیرید؟ بعد من میبینم که صداش اصلا نمیاد، قطع و وصل میشه، تیکه تیکه میاد. یعنی کلاس ما الان توی چت واتسابمون هیچی از اصلا نوری هیچی یاد نگرفتیم، ما هیچیم واقعا، منفی صرفیم هممون. من حالا دوستانی در ایران، خودم میگم در مورد IT خودم درس خوندم درسته؟ در ایران، آن زمان دیالاب یعنی ADSL و این چیزها هم وجود نداشتن. سپس پس از اون اومدن، حالا ADSL به وجود اون به اصطلاح در اختیار مردم گذاشته شد و دیگر دوستانی هم که هستن و چند تن از دوستان حتی میدونم که ایرانی بودن، مدارکش هم در ایران گرفتن و اومدن حتی دوره های پایانی و به اصطلاح تخصصش هم در کشورهای اروپایی گذروندن. ولی خب شما یعنی مشکلی که دارید در ایران سرعت اینترنت یا پایداری اینترنت یا اینکه دسترسی به منابعه، به کدومشی؟ یعنی شما هر سه تاش مشکل دارین؟ یعنی که ایران، با توجه که من خودم در ایران میگم خب کارم IT هست، تجربه بله، به اصطلاح سیستم و کامپیوتر و تعمیرات و نگهداری و همه ABAP همه چیزا رو خودم دارم. سرعت ایران، سرعت اینترنت ایران برخی مواقع، من بهتون میگم در روز، برخی از کشورهای اروپایی بیشتر هست. اینجا حالا اینترنت خانه و اینترنت موبایل متفاوته. اینترنت خانگی پایداری خوبی داره، سرعت خوبی هم داره، ولی اینترنت موبایل و به اصطلاح تلفن همراه ایران که ضعیف‌تر هست. ایران هم زیر ساختاش رو باید بهینه بکنه و با توجه به روز پیش بره. که ما در تحریم‌های بسیار بسیار شدیدی هستیم، این مسائل را دیگه باید
ملی و میهنی بکنن و در داخل ایران پیشرفتش بدن. حالا شما با کدام قسمت از ایران مشکل دارید؟ والا ببین، مشکل اصلی من با همین سرعت. الان ببین، من همین الان دارم با شما صحبت میکنم، آنتن 4G من برم بیرون از خونه میشه پر میشه. الان کلا دو تا خانه دارم، تصویر شما رو خوب نمیتونم ببینم من، در این حد دیگه. یعنی شما مشکل اصلی که در ایران میبینید اینترنت هست. خب این مشکل ما بله متوجه. زیاد در کشورهای اروپایی و آمریکایی به این شدت که شما می با توجه که حالا با توجه به شهرستان و مثلا چیزا، چون شما در دورترین دورخدایین دهات ها و روستاهای اینجا البته اینترنت خانگی خوبی میتونید دسترسی داشته باشید. با سپاس الان از من شما، وسط اگر شهرم هستم. پرسشی هست در خدمتتون هستیم نه یا قربان شما. من در خیلی خدمتتونم. ممنون بابا. امیدواریم که این مسائل در ایران که خود ما هم از این مسئله شاکی هستیم و میگیم که همچین مسائلی باید درست بشن در این روزگاری که روزگار فناوری و تکنولوژی از دسترسی ایرانی ها باید به منابع بسیار بسیار بیشتر راحتتر و آسانتر بشه. دقیقاً دقیقاً. با سپاس از شما، اگر پرسش دوباره بود در خدمتتون هستیم. پاینده و پیروز باشید. سپاس که توی برنامه خودتون شرکت کردید. جناب علی و سپس آقای شهسواری در خدمتتون باشیم. خودتون اگر امکان داره معرفی کنید که چند سالتون است و از کجا هستید، بفرمایید. جناب علی، خب این دوستمون هنوز صدا ندارن، اگر بله بفرمایید. خسته نباشی. درود بر شما، بفرمایید. من یه سوال داشتم. الان من دبیرستانیم حدودا. بله چند روز پیش یکی از دوستان نزدیکم برای تحصیلات رفتن خارج از کشور. حالا من ازشون پرسیدم اونجا مثلا برای تحصیلات، حالا اینطور که ما ایرانی ها شدیدیم خیلی عالیه، اما خب سوال اصلی من اینه که اونجا خب حالا ما یه غریبه ایم دیگه، خارجی. بله مخواستم بدونم حالا دوستانی هم هستن تو این گروه که حالا خارج از کشورم تحصیل میکن، مخواستم بدونم با خارجی حالا دانشجو چه رفتاری دارن، چطوری که رفتارشون، از این سوال. من میتونم عرض کنم یه چیزی، یه چند تا نکته تیزوار. ببینید فرصتی اولا ایشون رو دارین که بفرمایید که بهتر سپس بدارید. بله به ایشونم میرسم. اول قبل از من خودم اوائل بار آخری که خارج کشور و به آمریکا و به گلدن استیت اومدم، یعنی کالیفرنیا که بهترین جا هست، بچه های ابتدایی که تازه اومده بودن سوم مثلا چه قدرت ریاضی داشتن، اینجا خود من شاهد بودم یک دبیرستانی یعنی میدل سکولی میرفت دوم راهنمایی بود 333 هزارم کسری دایره که بزرگتر مساوی یا کوچکتر با 333 هزارم اعشاری رو با کامپیوتر، یعنی اصلا درک در این چیز انقدر کم بود در مدرسه دولتی، اونم در گولدن استیت. رفتارها هم بستگی به اداره ها، ایالات فرق داره، بسیار بسیار متفاوت هست با ارباب رجوع و اصولا مثل ایران که ما همش معترضی، مثل شما اینجا اعتراض معنی نداره. یک ذره شما حد و حدود و مثلا میتونی بگی منجر تو بیاد، اونم فوقش بهت میگه همینی که هست. بعد یه مسئله دیگه در مورد شخصیت های حقیقی و حقوقی، در سال 2007 در اون جریان بیل آوت سه تا بانک اصلی آمریکا که در فدرال رزرو هستن، یعنی بانک آف امریکا، ویلز فارگو و چیس، اینها بیش از 15 هزار میلیارد دلار، بیش از 15 تریلیون دلار اینها اختلاس کردند و یک دونه نام چیز به اصطلاح مطرح نشد، انگار که این بانک ها یک شخص معمولی هستن که خودشون این کار رو انجام دادن، چون اونا در رده اصلی قدرت هستن. بعدش هم هیچ کسی، نه پروپاگاندایی نه صدایی نه چیزی،
در کنار اخبارش می اومد. اینها اصلا معلوم نشد کی دادگاه رفتن و بعد با دولت فدرال یک توافقی کردن، کلن 30 میلیارد دلار جریمه دادن و 15 میلیارد دلار و 5-6 میلیون خانواری که نابود شدن و خانهشون از دست دادن تموم شد، یک دونه نام هم مطرح نشد. بعد در مورد به اصطلاح این که میخوام بگم هی ما فکر میکنیم که همه چی روشن و نه، اصلا اینطوری نیست. به هیچ عنوان آزادی بیان ما دچار سوء تفاهم شدیم، اصلا اینطوری نیستش. مسائل اصلی اصلا بحث نمیشه، روش تمرکز نمیشه، چون اینجا کانون پروپاگاندا نیست، اینا خودشون مجری پروپاگانداهای جهانی هستن. بعد در مورد به اصطلاح مدارس و اساس سطح آموزش، اولا از امریکن دریم در دهه های 50 و 60 که یک کارگر کارخونه مثلا شورولت مثلا یا چیز جنرال موتورز میتونست یک زندگی آمریکایی نرمال، خانم خانه‌دار، بچه ها اینا مثلا داشته باشه، الان اصلا اون مخصوصا بعد از خروج نیکسون از برتون وودز اصلا اون مسائل نیستش. اینه که نسل جدید بیشتر مجبور هستن، یعنی اون که قبلا اصلا یه قشر خاصی دانشگاه ها میرفتن، الان بسیار یعنی بیشتر مجبورن سطح چیزشون رو مدرکشون رو ببرن بالا که در بازار کار راحت تر باشن. ولی دانشگاه ها اولا حقوق در دانشگاه ها مخصوصا همون جوری مثل ما، من آخه دکتر عبدالکریمی پارسال استاد فلسفه در ایران میگه آقا حقوق نمیدونم ما فلانه نمیدونم یه فوتبالیست اینطوریه، در صورتی شما اگر دانشگاه های آمریکا ببینید اصلا استادا بیشترشون باید پسنداز کنن واسه تابستون که بیکار میشن. بعد فقط دانشگاه های خاص که پروژه های فدرال و اینا مثل چیز هست میگیرن، یه استادهایی که تحت یعنی بهشون تحقیقات رجوع میشه اونها از اون پول در میارن، و یعنی بقیه واقعا یک بخور نمیر و حداقل است. و مثلا یکی از دوستان خودمون که استاد یکی از یوسی ها بود در کالیفرنیا، زنجیره مثل UCLA، یوسی سندیگو، اینا زنجیره یوسی ها، یوسی سان فرانسیسکو، اینا که زنجیره یوسی ها یک زنجیره بسیار معتبری از دانشگاه های خوشنام آمریکا و جهانی هست، این استاد تمام با پست پی اچ دی هم رستوران داری میکردن هم پمپ بنزین داشتن، برای اینکه چیز اونم کی مثلا 40 سال پیش در دهه اواخر 70 و 80 و موقع، برای اینکه بتونن یک سطح بالاتری برای بچه هاشون در، یعنی اصلا با اون حقوق، در صورتی که وقتی مثلا در ایران بودن قبل از اون چون سن بالا هستن خب با همون حقوق استادی اینا یه خونه در شهر مثلا یه شهر معتبری مثل شیراز در جای خوب داشتن، یه خونه بزرگ همون استانداردهای قدیمی، نه الان حیات آپارتمان نیا الان. و اینه که میخوام و ما بسیاری از مسائل، ما یکی از مشکلات اصلیمون اینه که مغزهایی که از ایران میان چون مستقیم وارد دانشگاه ها میشن، اینها اولا اینو بگم که مثل ما یک قوانین فدرال و کشوری وجود نداره، هر دانشگاه پذیرشش با هیئت امنا هست و شرایط خاصی داره. اینه که به راحتی شما میتونید خیلی با پول و با آشنا و اینا، مثلا یکی از دوستان بچهش سالها شاگرد بسیار خوبی بوده، جی پی ای که اگه اونایی که میدونن جی پی ای 4.6 داشته و اولش هم به برکلی رفتش، ولی برای پزشکی سالها تلاش کرد نتونست. یکی دیگه جزء هیئت امنای اونجا بچهش به آشنا داشت، اون معرفی کرد. و من اگه از این موارد بخوام بگم که چگونه چیزایی تا چون تخصصی به راحتی از مثلا ما اگه میخوای پزشک متخصص بشی باید قطعا اون امتحان رو بدی، ولی اینجا مثلا یکی دیگه از دوستان پسرش میخواست تخصص بگیره در دهه 90 نمیتونست این امتحان رو قبول بشه. یعنی شما میخواید بگی که این مسئله پارتی بازی و به اصطلاح آشنا بازی هم داخل آمریکا وجود داره،
یعنی به راحت. اصلا وحشتناک بیقانونیه. ما منتها چون میان و اینجا از ایران میان مستقیم وارد دانشگاه میشن مغزای ما و اینجا نقطه قوتشون دانشگاه هست، اصلا شرایط زندگی اجتماعی رو نمیدونن چیه و اونهایی که اومدن و وارد زندگی اجتماعی اینجا شدن، مثلا مکانیک نمیدونم کارمند اونجاست فلان اینا، اونها بعد که میبینن زندگی رو باختن، تنها چیزی که برای اون عقده ها کمپلکس هایی که تلمبار شده از هزاران مشکلی که اگه بخوام دونه دونه بگم بسیار زیاده، تنها چیزی برای این خلاص شدن از این فشارها اینه که برگرده و برای چهار تا آدمی که اونجا در مغزشویی نمیدونن اینجا چه خبره، مثلا بگه ما زندگی. یک پرسش اینجا، آیا شما که در آمریکا دارید زندگی میکنید، با توجه به ساعت کاری و روش کار و خود کاری که انجام میدید، آیا دریافت حقوق متناسب هست با اون کاری که انجام میدید و اون زحمتی که دارید میکشید؟ حالا شما پاسخ به این بده که آیا هست یا نیست خیلی کوتاه از بانو منیژه و بانو زهره و کسانی که اینجا هستن. باز همین من یک مطلب دیگه، یه چیز دیگه عرض بکنم، برای من استثناءً بد نیستش، چون من اینجا به دنبال من زندگی و اینا ایران هست، اینجا برای مطالعه و یک سری کار، بله برای ما خوب هست، برای اینکه نمیخوایم آینده سازی بکنیم، ما آینده داشتیم در ایران و داریم و خوشبختانه این پل قطع نشده و قطع هم نخواهد شد، ولی اینکه شما در آمریکا بخواید زندگی بسازید بسیار سخت هست و فشارهای سنگینی روشون میاد. شما مثلا یه میاد آقا مثلا اون بله تو در ایران مثلا به اون یکی میگه تو پزشک بودی، بقیه آقا اینجا هم پزشک با اون یکی فرق داره. اینو خواستم بگم، دکتر عبدالکریمی استاد فلسفه نمیدونه، انگار میگفته آقا من مثلا استاد میبینم فوتبالیست انقدر میگیره، مگه اینجا یک بلاگر مثلا نمیدونم اینستاگرام و یوتیوبر و اینا که یه دونه تبلیغ میذارن میلیون ها میگیرن، یک استاد دانشگاهی که مثلا 4-5 هزار دلار حقوق میگیره، مگه این دوتا با هم یکی هن؟ خب اصلا جهان سیستمش تغییر کرده، یعنی اینو میخوان برای ایران، در صورتی که ایران تازه اصلا ضریب جینه و این تفاوت پرداخت ها اینطوری نیست که مثلا یه استادی 70-80 هزار دلار خیلی خوب باشه، حقوق سالیانش باشه، یه نفر مثلا یه بسکتبال بازی کنه میلیارد دلار داشته باشه، یا مثلا نمیدونم یوتیوبر باشه، یه خواننده مثلا جوون اصلا حریم شکم باشه مثلا میلیاردی، یا مثلا خانواده کارداشیان ها پول بذارن آقا این بیلیون دلار میلیارد رو رد بکنه. خب این تناقض از آمریکا اومده، ما اینا رو نمیدونم. حالا بعد من اگر فرصتی باشه به جزئیات وارد شدن، من فکر میکنم بهت اول از اساس اینها رو که چه مشکلات عظیم ساختاری خب دارن، در اون زمینه نمیخوایم هنوز ورود کنیم، در اندازه نمیخوایم ورود کنیم، برنامه بسیار بله بله. سپاس از شما بانو منیژه، شما بفرمایید که در این زمینه کار میکنید، در زمینه آموزش، آره یا سطح حقوق دریافتی شما با توجه به کاری که انجام میدید و برای آیندهتون، آیا این رو شما مناسب میدونید یا نه؟ مسئله حقوق همه وجود داره، البته استثناء هم در جامعه ها وجود داره، نه اینکه استثناء وجود داره، شاید برخی از در کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی و خود ایران با کار بسیار کم و یا حتی کسایی نوآور باشن و در یه زمینه واقعا نوآوری بکنن بتونن سرمایه آنچنانی به دست بیارن، این یه چیزیه، ولی ما در مورد عموم داریم صحبت میکنیم. بفرمایید. بله، من به طور کلی شخصا آدم خوشحالی هستم از همه چی، قانع هستم، بنابراین واقعا نمیتونم بگم، ولی بیشتر معلم ها اینجا همیشه شکایت میکنن که ندارن، جاهای خوب نمیرن، بیشتر خرج نمیکنن، ولی من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که طبقه آموزگاران که همیشه شکایت میکنن اینه که اینا نمیدونن چجوری اقتصاد خانوادهشون رو نگه دارن، واقعا بلد نیستن این چیز، یعنی اکثر آمریکایی‌ها در تمام به جز حرفه‌ای‌ها که مثلا
دکترا میشن و وکلا و این چیزا میشن، بقیه نمیدونن. یعنی من وقتی که با دوستانم صحبت میکنم و میگم کجا هستم، در چه مرحله زندگیم هستم که اینو دیگه لازم نیست مثلا رهن خونه بدم یا ماشینم اینجوری فلانه، همه میگن خب شما ایرانی هستین. و البته من هم به همه میگم که شما ایرانی، خانم ایرانی میدونن چجوری اقتصاد رو نگه دارن. خب من فهم میکنم یکی از مشکلاتی که آموزگاران در اینجا دارن، طبقه اینا، همون ندونستن چگونه اقتصاد خانواده رو. شما اعتراض و اعتصاب میکنید برای حقوق بیشتر یا نه؟ میتونید همچین کاری بکنید؟ نه چرا نمیتونید؟ معلم ها رو میگم و شخص شما رو نمیگم. معلمان یعنی نه اگر بخوان اینجا که اعتصاب بکنن و درخواست حقوق بیشتر داشته باشن. اتفاقا من میخواستم یه مسئله رو رفت دادم آقای باران که صحبت میکردن، اسم پسر من هم باران هستش، البته پسر بزرگم باران هست. یکی از مسائلی که خواست که من حدود 23 سال پیش اومدم آمریکا، دو سوم فرهنگ آمریکا رو من میدونستم، یعنی زبانش رو میدونستم، کلیه همه چی که نمیخوام دونه به دونه بگم، دو سوم عبارد آمریکاشتم، یعنی واقعا من میدونستم چه خبره، چی هستش، آشنایی داشتم باشون. ولی با این حال اون خیلی تعجب کردم که وقتی که تو کلاس های دانشگاه میشستم، یکی از مسئله که واقعا دریافت کردم که برام خیلی شگفت انگیز بود این بود که هیچ کس اعتراض نمی کنه. مثلا استاد می اومد اولین وارد کلاس می شد می گفت، مثلا دوشنبه می گفت چهارشنبه شما از این بخش تا این بخش امتحان دارید، و این چند تا از اون بخش هم اینا اصلا پوشش نداده بود. من به همه نگاه میکردم اینم هیچ کس صداش در نمیاد. این مسئله اعتراض ایرانی هم که خیلی اصلا بر بالا من بله، من تنها کسی بودم که میگفتم من نمیتونستم چیزی نگم، چون دقیقا این اتفاق برای من افتاد که یعنی مثلا بودم چرا اینا هرچی بهشون میگن کلاش رو تکون میدن، مثلا یا باشه باشه چرا بله همه شون میشستن و میامدن، من تنها کسی بودم میگفتم و شما خب پوشش ندادین، اصلا جواب نمیدادن. و من این مسئله با بچه هم که صحبت میکنن میگن که ماما راست میگه شما، ما هم تنها کسانی هستیم که اگر چیزی باشه اعتراض میکنیم، کسی دیگه چیزی نمیگه. بس که در مورد اعتراض هم من خاطره بعدم ترکیب کنم. بله جناب مدبوی یکی از کاربران ما هستند، دیردم یه چند دقیقه هست بکنم منتظر هستن که سخن بگن، صدای شما رو داشته باشیم اگر پرسشی هست در خدمتون هست. بفرمایید جناب مدبوی. سلام، درود بر شما، صدای شما رو داری، بفرمایید. اگه میشه در مورد اتفاقاتی که در اصفهان هم افتاده توضیح بدید. اینجا زندگی در مورد زندگی نرمال، حالا مسئله اعتراضات هم الان ما بهش داریم میپردازیم. شوربختانه ایرانی ها، حالا من این پرسش رو بکنم بعد شما به بخشی از پاسختون خواهی رسید. اگر شما تا حالا در اعتصابی حالا یا شرکت کردید یا بودید یا نه، بانو زهره، بانو منیژه، بانو جناب باران، اگر در اعتصاب دیدین که یا حضور داشته باشین؟ نه من میخواستم به نظر من از اول سخن چون منظور ما فقط اینه که ذهن آشکار بشن، اگر به من باشه به همه میگم که نیایید. شما همیشه حرف خیلی خوبی میزنید که بیایید دو یک مقدار گردش کنید، ببینید که دوست دارید بمونید. من با خودم وقتی که اومدم، با اینکه از نظر مالی هیچ وجه اشکالی نداشتم، هم اونجا هم اینجا، ولی با خودم یه شرطی کردم، شرط کردم که من زندگیم اگر قرار باشه از استانداردی که در ایران داشتم پایین تر بره نمونم. بنابراین لطفا اینو همیشه در نظر داشتید، با خودتون این شرط رو داشته باشید برای گردش، بیاین ببینین چه خبره، ولی نمونید. مخصوصا از ده سال گذشته تا الان تقدیرات بسیار بزرگی در اغلب اینجایی که من هستم تو آمریکا به وجود اومده. اعتراضات اصلا، یعنی تمام اینها هم اتفاق افتاد زمانی که ترامپ اومد و کرونا شروع شد. به این صورت اصلا اعتراضاتی نبود در آمریکا. همیشه همه باید یک پرسش خیلی مهمی. آگه زمانی که اعتراض میکنن،
تظاهراتی انجام میدن، راهپیمایی انجام میدن، اعتصابی میکنن. آیا سخنی از این که حکومت رو که روش حکومتی عوض بشه زده میشه یا نه؟ به هیچ وجه. من که یادم نیست همچی چیز اتفاق اعتراض افتاده باشه. اعتراض معلم ها یا اعتراض این مسئله واکسیناسیون، آیا به حکومت، یعنی به روش حکومتی که داخل آمریکا هست، آیا مثلا میگن آقا شما بیاین حکومتتون رو عوض کنید و روش رو بذارید کمونیستی، یا اینکه اصلا این مجلس سنا رو اصلا بندازین بیرون؟ به هیچ وجه. چرا همچین چیزی نمیگن؟ آیا اینا در رأس نیستن؟ خب من همونطور که خب گفتم داخل ایران تربیتشون این که همیشه بله تربیتشون این اصلا ماها نمیدونم چجوری واقعا مخصوصا کسانی که بخوان دارن هی میخوان بیان آمریکا و اروپا و دارن شکایت میکنن. من دیروز بود یا امروز بود خوندم یه چیزی میگفت از بسیار حرف غلطی زد، از لجنزار ایران خارج بشم. اینا واقعا کسانی هستن که کسانی که واقعا فقیرن تو ایران، کسانی که مشکل مالی و خوردن و کاری دارن، اینا هرگز به فکر این که پاشن بیان کشور دیگه نیستن. اینا همه کسانی که به اصطلاح معروف دستشون به دهنشون میرسه میخوام بیشتر داشتن، که البته اشکالی نداره، بشر همینه، همیشه میخواد یه چیز بهتر و بیشتری داشته باشه، ولی باید سعی کنن که خودشونو خواسته بفردانه و عاقلانه باید باشه. نه اینکه هر کسی و هر چیزی بخواد اعتراض بکنه، فشارش درست بکنه، ناامنی درست بکنه. اگر جان درسته. یک نفر در این میانه گرفته میشه، واقعا پاسخ او کیه؟ ما نگاه بکنیم به مسئله مثلا همین اعتراضات اصفهان، سخنان زیاده در روش. این مردم اصفهان الان دوچار یک به اصطلاح دوگانگی اندیشه شدن در این 30-40 سالی که حالا ما رئیس جمهورمون حالا از سمت سوی سمنان و یزد و فلان و بهمان بود، و برخی از کسانی که در اصفهان سرمایه های آنچنانی داشتن. شما می نگاه بکنید چند تا ما پتروشیمی توی اصفهان داریم، واقعا ما چقدر پتروشیمی چند، یعنی شما حالا من یه نگاهی بکنم این شمار پتروشیمی ها بعضی که ببخشید من میگم به شرکت های فولاد، 15 تا شرکت فولاد در اصفهان هست. بخواید اسماشون رو میگم، خب فولاد مبارکی که میشناسن، فولاد کوهپایه، فولاد ماهان سپاهان، فولاد سازان جمع، اشترجان اصفهان، فولاد اصفهان دور، یه فولاد اصفهان، شرکت آهن فولاد، بزرگترین مجتمع فولاد سازان رنگ قطار، فولاد ماهان، شرکت فولاد آراد، شرکت توکا، شرکت لوله قوطی اصفهان، شرکت فولاد آلیاژی اصفهان، شرکت ایران ذوب اصفهان. 15 تا کارخانه فولاد که به آب بسیار زیادی نیاز دارن، چرا اومدن در یک کویر که کمبود آب داره، آب خودش به اصلا زاینده یه رودخانه فصلی بوده. اینها بیشتر از سال 1368 سال 1379 و یا حتی 80 ساخته شدن. دقت می‌کنید به دوره‌های ریاست جمهوری این کسایی که این خب پتروشیمی خودمون می‌دونیم دیگه، واقعا به آب زیادی نیاز دارن. مجتمع پتروشیمی اصفهان سال 71 که پالایش نفت شما نگاه کنید، نفت رو از خوزستان می‌فرستن پالایشگاه‌های اصفهان، پالایش انجام میشه سپس به خوزستان برمیگرده. خیلی جالب. پالایش نفت، نفت سپاهان، شرکت سهامی پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه سیکل ترکیبی اردستان، نیروگاه سیکل ترکیبی زواره، سیکل ترکیبی محمد منتظری، سیکل ترکیبی اصفهان. حالا استان کرمان و یزد و الان در ادامه داره سمنان، یعنی کشور اصلا واقعا مشخصه که این تجمع ثروت و قدرت در استانهای کبیری ایران وحشتناکه، و هر رئیس جمهوری که اومد سیاستهای آبی و سیاستهای سرمایه گذاری و به اون سمت گذرون، اصلا به اون سمت تغییر داده. با توجه به هر سالی که اینا میان مثلا صدها، ما چند تا صد ما بخونیم آقا انجام شده در این استانها، این چیز عجیب غریبیه. تونالهای انتقال آب نزدیک 6 تا 7 تا تونل انتقال از قم و یزد و کوهرنگ و همه چیزا به که استانهای دیگه انجام شد. خب اگر اینطوریه، پرمان آقا خوزستانی هم میگه آقا خوزستان، نخ خوزستان رو ببندین آقا
نفت نرسه به تهران و اصفهان و یزد، ببینیم کدوم یکی از اینا صحبت. بعد اصفهانی ها چون در این 20 سال خوب بهشون رسیدگی شده، رانت خوبی خوردن، داشتن حقابه شده حقشون، حالا نسبت به نداشتنش معترضن. کشاورز اصفهانی نمی اومد برنج بکاره، کشاورز بیشتر اصفهانی باغداری داشتن، که آب کشاورزی بهشون نمیرسه. با توجه به اینکه بهشون هم میگن که امسال شما کشت نکنید، یا میرن کشت میکنن، مانند کسایی که در اطراف خوزستان اومدن مثلا کشت کردن، با توجه به اینکه بهشون گفتن کشت نکنید و آب نیست، اینا دیگه الان حقی ندارن، توهم براشون ایجاد میشه. سیاست های غلط مردم گیر میندازه، سیاست های غلط بورسی مردم گیر میندازه. کشمر ما ولنگاری قانونی وجود داره، واقعا ولنگاری وجود داره. این اعتراضات هم راه به جایی نمیبره. شما باید نمایندتون رو درست انتخاب کنید، باید رئیس جمهورتون رو درست انتخاب کنید. 4 دوره 5 دوره رأی دادین به کسایی که همیشه مخالف حکومت، میگین آقا به روحانی رأی بدین مخالف خامنه ایه، به خاتمی رأی بدین این اون پدرشون رو در میاره، این قم با غربی ها خوبه. اون هیچ کدومتون بر اساس سنجه ملی و میهنی نمیان انتخابات انجام بدین، نمیان اون نمایندتون رو انتخاب کنین، نمیان نماینده شهرتون انتخاب کنین، شورای شهرتون همین گونه. یعنی همه چیز فقط دید خودخواهانه و خودنگری و خودخواهی داریم. همون هم گمان میکنیم بسیار بسیار باهوش و عاقل هستیم، در صورتی که داریم تیشه به ریشه خودمون میزنیم. جناب باران بفرمایید، شما در خدمتتون باشیم. من یه چیزی رو راجع به اینترنت رو خواستم بگم. من مطالب خیلی دارم اینترنت. من خودم اینجا 2 بار کل آمریکا رو رفتم، چون دور زدم با ماشین، با خودرو رفتم تمام جاهای نیست در جهانی که هیچکی نرفته، خود آمریکایی‌ها که اصلا نمیتونن بخش عظیمیشون یک مسافرت از، حتی خیلی ها شما در کالیفرنیا ببینید اصلا از کالیفرنیا بیرون نرفتن. حالا بقیه جاها که بماند که استانهای ایالات بسیار فقیر و کم چیز و اینه که چون شرکت های خصوصی هستن. من خودم مثلا در نورت داکوتا، ساوت داکوتا، مونتانا از ساعت ها روز اصلا اینترنت نداشتیم. من یعنی چون شرکت های خصوصی هستن، جاهایی که مشتری نداشته باشه دکل نیست، اصلا جی پی اس چیز من از کتاب بزرگ راهنما گرفته بودم، اگه اون نداشتیم یعنی اونجا اصلا ما ساعت ها نه آدم بود نه اینترنت بود. یه اتفاقی ماشین مثلا اتفاقی می افتاد معلوم نبود حسابت با کرام الکاتبین بود در جاده های فرعی. اینی که می خواهم بگم که بعدش هم اینترنت نسبت به حقوق مردم اینجا سعی می کنن تمام پایه درآمد اشخاص رو بگیرن، مگر یه قشر خاصی که به اصطلاح جزء دهک بالا و 1% و بعد 4% بالا هستن که می تونن پس اندازهایی داشته باشن، حالا تا به 20% معتن به فرق میکنه. اینه که شما اینترنت بسته به پولی که میدین ماهیانه پول مبلغ عظیمی که حالا از 50-60-70-80-200-300 دلار میتونید بدید به شما اینترنت میدن. اینطوری نیستش که همینطوری راحت بهتون برای هر خط موبایل شما پلن خانوادگی بگیرید. قبلا که بسیار گرونتر بود، الان شاید مثلا 200 دلار در ماه برای یه نفر که الان شما با پایه حقوق که از 2007 اضافه نشده، با پایه حقوق شما در هیچ جای آمریکا قبل نمیتونید یه خونه، یه آپارتمان که کاندو میگن 2 خوابه اجاره بکنید. آخه اینا رو باید ببینید که اصلا که چه برسه بعد خورد و خوراک، اینترنت، نمیدونم قسط خودرو، بنزین. اینه که مثلا دیروز ما رفتیم بنزین بزنیم، یه خانم میان سال بنده خدا از ظرف آشغال پمپ بنزین لفت‌اوور این باقی مونده غذاها رو بر داشته بود داشت میخورد، واقعا من ناراحت شدم. سعیزه چقدرم چیز بود ولی اصلا نرسیده بود داغون. بعد ما همش این مسئله گفتمانی، این زیبا کلام ها، ما با این که در ناامن‌ترین منطقه جهان که پسا فروپاشی بلوک شرق تمرکز روی نابود کردن ایران هست، ما کمترین سرانه هزینه دفاعی رو داریم، باز دیروز برای چیز اصفهان اومده
میگه آقا نمیدونم هزینه دفاعی میکنید که ما دفاع رو بردیم خارج، در صورتی که پروگرسیو ها در سنا که ایلهان عمر، سناتور سندرز، چیز اوکازیو کورتز اینا هستن، وقتی میخواد از حجم عظیم بودجه به اصطلاح دفاعی اینا کم بکنه، میگه ما فقط 10 در مثلا 700 و چند میلیارد دلاره، میگه ما 10% کم بکنیم، نه اینکه این 700 مثلا نزدیک 800 که به صورت غیر رسمی بودجه درآمدهای عظیم مواد مخدر اینا که تو افغانستان مثلا به 70-80 تن رسیده بود، الان بالای 10,000 تن مثلا با رفتن آمریکا شد، و نمیدونم این مثلث طلایی آمریکای لاتین و اینا، همه اینا رو کی ور میداره میبره میاره، این همه اوپیوید هایی که در سال 2015 خودم گزارشش رو خوندم، اوپیوید یعنی داروهای مسکن مخدر با پایه مشتقات تریاک در آمریکا به صورت رسمی در فضای رسمی نسخه های قانونی 550 میلیارد دلار بود که در آن سال از اقتصاد کل ایران GDP اسمی ما 30% بیشتر بود. حالا غیر قانونی ها بماند، خب این در صورتی بودجه دفاعی آمریکا تقریبا 1.5 تریلیون دلار به صورت رسمی و غیر رسمی و درآمد بودجه دفاعی امنیتی و این چیزهای دیگه. و در مورد اصفهان و اینها، شما من یک چیزی هم عرض بکنم، ما علت یه بخشی از ما حالا نفوذ کلامتون، حالا من اینو بگم به یک از دوستان در توییتر که شما میگیم که کشاورزا قربانی این سیاست هست. اینو عرض پرسش دوستان بوده که این مسئله که ما میگیم که خود این کشاورزان قربانی این سیاست های کثیف شدن. البته این قربانی این سیاست ها خودشون برگزیدن، این مردم برگزیدن این سیاست ها رو، بهشون رأی دادن، بهشون من یه بخ به یک دو دقیقه فقط ببینید، ما یک به اصطلاح با فتور ایران و از دست دادن سرزمین های عظیم که ما در رقابت جدید با اونهایی که فلسفه سیاسیشون کلن فرق داشت با ما، به اصطلاح غرب جدید، اروپای شمالی جدید، ما دچار یک ناامنی فکری، مخصوصا آسیب هایی که از کناری دریا، ما اصلا دریا رو از دست دادیم و آسیب هایی که در جنگ اول و دوم از کناری دریاها به همون وارد شد، اینه که صنایع استراتژیک رو یک چیزی شد که بیارن داخل، که از اونجا این هم البته از، و یا مثلا سدسازی ها، درسته من تخصصی ندارم، ولی با تغییرات به اصطلاح گرمایشی هوای زمین، همین دو سال پیش که اون دو سال یا سه سال پیش اون سیل عظیمی که در فارس اومد، تمام به اصطلاح اون ساختارهای تمدنی ما رو، این میتونست این سیل از بین ببره اگر این سطح ها جلوشو نمیگرفتن، یا در خوزستان هم همینطور. یعنی همش فقط چیز نیست، قطعا نفوذ. و مهمترین مسئله ما اینه که در دولت انقلاب، یعنی حکمرانی پسا انقلاب، ما یک دوچار یک وحدت استراتژیک و دکترینال تفکر نبودیم، مخصوصا پس از فروپا، یعنی بعد از وفات آقای خمینی، ما دوچار یک دوگانگی و رقابت در تفکر استراتژیک در دولت، دولت به عنوان حاکمیت، نه دولت به عنوان سیستم اجرایی که ماست، در دولت پسا انقلاب ما، مخصوصا بعد از چیزی که باید به عقلانیت کم کم می نشست، ما همش با هم یک رقابت هایی که اون هم با غرب زده ها، حالا نفوذ، نادانی، هر چیزی که هستش، ایجاد شد و این آسیب های بسیار زیادی زد، و همچنین چیزهای شهر سی به اصطلاح مثلا خاتمی ببره برای شهر خودشون، یکی ببره، اینا هست، اونا هم هست. ما باید انشالله به وحدت دکترینال و فکری برسیم. سپاس از شما، سپاس از شما.
بله خدمتتون بگم، خب الان ما در مورد این فاکتورهای زندگی نرمال برای مردمهای عادی داریم سخن میگیم و میخوام که به اصطلاح یک مقایسه بسیار کوچکی انجام بدیم. خیلی از دوستان و یارانی که در بیرون از ایران هستن و کسانی که در ایران هستن و اینجا حضور دارن، ایرانیایی که در ایران هستن، پرسش هایی که براشون به وجود میاد میتونن که بیان در گروه تلگرامی ارتش رودست که هستیم، لینکش رو داخل گروهی در کانال یوتیوب هم گذاشتیم و سنجاق کردیم، بیان اینجا پرسش های خودشون رو بگن از دوستانی که در بیرون از ایران دارن زندگی میکنن. یکی از مسائلی که واقعا ما داخل ایران میبینیم که گفته میشه مسئله امنیت بانوان در ایران و حالا کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا و مقایسه اونهاست، تبعیضها و برخوردها هست که با بانوان انجام میشه. خب آمارهای بسیار متفاوتی وجود داره. میخوایم از دوستانی که بانوانی که اینجا حضور دارن، بانو زهره و بانو منیژه، آیا شما در آمریکا که زندگی میکنید برخورد درون شهر، برخورد مردم عادی با بانوان چگونه است و آیا واقعا اون امنیتی که برای بانوان در آمریکا و اروپا و همچنین با اون نسرین هم که اینجا هستن ما در خدمتشون هستیم، اون امنیتی که واقعا گفته میشه آیا برای بانوان و زنان در کشورهای خارجی ایجاد شده یا نه؟ سپس اینکه آیا تبعیضی بین مردان و زنان هم در کشور اروپایی و آمریکایی آیا میدونن و میبینن؟ بیان سخن خودشونو بگن، ما در خدمتتون هستیم. بانو نسرین بفرمایید، شما در مورد برخورد با بانوان اگر آمادگی دارید که سخن بگید، اگر نه که بانو زهره و بانو منیژه هر کدوم که میخوان سخن بگن در خدمتشون باشیم، صدای شما رو داشته باشیم. خب بانو زهره بفهم. خواهش میکنم. آقای رامیار، من خودم حدود 28 تا 30 سال در آلمان تجربه کاری دارم. تجربه کاری در دفتر کار دارم، در ادارات دارم. در این مدت میتونم گزارش بدم که از لحاظ تجربه کار در مقابله با خانوم ها میتونم گزارش بدم، تجربه شخصی به اون شکل نداشتم، ولی میتونم گزارش بدم که موارد زیادی رو دیدم که در اثر ارتباطات نزدیک بین کارمندان پایین رتبه زنان با مقامات منیجرهای بالادست به وجود اومد و در اثر این ارتباطات نزدیک که خارج از عرف کاری بودش، مقاماتی به اصطلاح اون کارمندای پایین دست تونستن به مقامهای بالا برسن. چندین و چند مورد شخصا خودم شاهدش بودم، اصلا موارد پنهانی هم نبود، چون بقیه کارمندان زن و مرد هم در اون موارد متوجه شده بودن و صحبتهای پنهانی می کردن. در مورد برخورد سکسیست یعنی برخورد جنسی به خانوم ها، اون رو هم ملاحظه کردم که حتی تحت فشار قرار می دادن خانوم هایی رو که حاضر نبودند وارد این روابط بشن. البته خیلی ها حاضر بودن به خاطر اینکه این فرهنگ اینجا نیست، خیلی حاضر بودن به خاطر مقام و پول وارد این روابط نامشروع بشن، ولی برخی که نه حاضر نبودن تحت فشار قرار می گرفتن و به هیچ وجه به حساب مقام های بالاتری وارد نمی شدن. البته نمی خوام بگم این قاعده است، اصلا قاعده نیست، ولی وجود داشت و کم مواردی هم نبود. این از این مورد. و مورد دیگرش که اصلا گزارش های زیادی داده شده در مورد تفاوت حقوق های خانوم ها با آقایون در مرتبه های مشابهی، یعنی خانم ها با حداقل 15 تا 20 درصد رتبه حقوقی پایین تری نسبت به آقایی در همون شغل مشابه استخدام میشن. البته برای خانم ها قانون یه سری مزایایی رو در نظر گرفته
که برای آقایون در نظر نگرفته، ولی به صورت کلی 20% کلن حدودن با رتبه حقوقی پایین تری استخدام میشن و کار بیشتری هم ازشون به دلیل همون مسائلی که خانوم ها باید انجام بدن، به اصطلاح بچه دار میشن، مرخصی بچه دارن و غیره، کار بیشتری رو باید با کیفیت بالاتری ارائه بدن نسبت به آقایون در همون پوزیشن مساوی تا بتونن شغل خودشون رو نگه دارن. این گزارشی بود که من میتونستم خدمتون بدم. با سپاس از شما. آیا واقعا، حالا من میگم مثلا در برخورد اجتماعی، آیا داخل خیابون ها، گذرگاه ها، در حالا ساعت های تاریکی هوا، آیا واقعا اون گونه که در ایران بحثش هست و اینکه حرمت زن رو بسیار نگه می‌داره و آزار و اذیتی نمیشن، آیا واقعا درسته؟ شما اینو تایید می‌کنید که در اروپا آزار جنسیتی و آزار گفتاری و آزار کلامی وجود نداره؟ اگر هم وجود داره، آیا واقعا زیاده یا کمه؟ بنده در این مورد میتونم تجربه شخصی خودم رو بگم. این مورد مشخصی که شما فرمودین در مواقع شب یا تنهایی یا غیره، این رو من درست عکسش رو دیدم. یعنی در ایران، حالا من البته مدت زیادی از ایران اومدم بیرون، 30-35 سال میشه، در ایران این به مراتب بیشتر بود تا در کشوری که من زندگی میکنم، در شهر من زندگی. یعنی شما میگید ممکن نیست که وجود دارد؟ وجود دارد، ولی من تجربه شخصی خاصی ندارم در ایران، ولی بسیار بسیار زیادتر داشتم. بسیار بسیار سپاسمندیم از شما. بانو منیجر، اگر در این زمینه میخواید صحبت بکنید در خدمتون هستیم. بله، یه مورد در مورد این بهش هراسمنت میگن اینجا، یعنی هر کجا، هر اداره ای، هر جایی که کار هست، یک اینا قانون هست که هر هیچ گونه هراسمنتی نباید انجام بشه. اگر بشه قانونا اینا به بایستی دنبالشون میکنن. به هیچ وجه این مسئله اینجا وجود نداره. البته اگر به دلخواه در ادارات خصوصی، در ادارات خصوصی من نمیدونم، چون من هیچ وقت در ادارات خصوصی کار نکردم، ولی در ادارات دولتی و فرهنگی اصلا قانونه و پوستر خیلی ایران بزرگی. قانون هست، ولی مسئله اینه که این چیزها وجود دارد یا وجود ندارد. مسئله اینه که من در تایید صحبت سخنان خانم نسرین میتونم بگم که در ایران بیشتره. حالا مسئله آزار و اذیت خیابانی رو میگید؟ در اداره جات. حالا بسیار بسیار سپاسمندیم بانو زهره. اگر شما سخنی دارید در خدمتتون باشیم. جناب آقای رحمانی درخواست داشتن که سخن بگن، پس از شما در خدمت ایشون خواهیم. بفرمایید. در زمینه اداره ها، من خودم یه تجربه چند تا اینترنشیپ مختلف داشتم و خب بعد از اینکه حالا مدرکم